پس از امضای توافق میان امریکا و طالبان، حالا کار روی میز حکومت افغانستان و طالبان قرار داره. اینکه چقدر حکومت آماده گفتگو با طالبان است و چه چالش ها و فرصت های صد درای حکومت و طالبان وجود داره، بیشتر میپرسم از آقای فیروز بشری، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت. آقای بشری، خیلی خوش آمدین. در ابتدا قبل از اینکه به هیئت گفتگو کننده بپردازیم، هیئت 6 نفره به قطر رفتن به خاطر گفتگوهای مقدماتی با طالبان. چی کردن؟ جزئیات آیا داره اینا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، شامتان بخیر، سلام به شما و بیننده محترمتان که حال ما را میبینه. حکومت، اگر اجازه بدین یک مقدمه بگویم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان از آغازین روزهای کارش به باور بود که جنگ افغانستان باید از راه صلح نقطه پایان گذاشته شود. این جنگی که 40 سال یا 41 سال از ما قربانی میگیره، یگانه راه حلش گفتگوها و مصالحه بین جناهای درگیر است. ما از روز اول آغاز کار حکومت وحدت ملی مشوره ها را برای ازی آغاز کردیم تا چطور میتونیم این جنگ با پایان برسانیم. شما یادتان است که نه اجماع به سطح ملی در مورد صلح وجود داشت، نه به سطح منطقوی و نه هم به سطح جهانی. با تلاش هایی که صورت گرفت توانستیم که هم اجماع را به سطح ملی و هم اجماع را به سطح منطقوی در سطح ملی چه اجماعی صورت گرفت؟ فعلا هیچ کس مخالف آوردن صلح و برقراری صلح در افغانستان خب نیست. قبلتر هم مخالف نبود کس. هیچ کس در روزهای اول، یعنی 4-5 سال پیش، باور به این نداشتن که جنگ افغانستان پایان صلح داره، جنگ افغانستان باید از راه گفتگوها حل شود. این اجماع صورت گرفت، ولی وسط ملی تانوس هم ما روی قیمت صلح اجماع نداریم. تانوس هم به اجماع نرسیدیم که به چه قیمت ما میتونیم به صلح برسیم. برای دیروز، بین که شروع کنیم از دیروز، دیروز یک روز مهم بود برای ما، یک قدم مهم در پروسه صلح گذاشته شد. امید است تا مراحل بعدیش هم آغاز شو و پیش بریم و به یک نتیجه برسیم. ما یک هیئت 6 نفری ابتدایی تماس به دوحه فرستادیم تا با طرف گروه طالبان در تماس شوه و روی آجندای گفتگوهای صلح تماس برقرار کنه. این هیئت رفته، صحبتایشان تانوس شروع نشده، امید است صحبت ها آغاز شد بینشان و بعدا دوباره به کابل برگردن. چی میگن؟ آیا طالبان آماده با این گروه و هیئت 6 نفری است؟ خب این هیئت هیئت تماس است که خب طالب ناگزیر است که باید با این صحبت کنه. این هیئت تماس است، ولی هیئت اصلی که ما رویش کار داریم و این هیئت می سازیم و هیئتی است که هیئت فراگیر می باشه، هیئت جامع می باشه. دو اصل عمده را ما در او هیئت در نظر می گیریم، مؤثریت هیئت و مشارکت دو در نظر می گیریم. ما این هیئت از تمام اقشار جامعه می سازیم، جامعه مدنی دو می باشه، احزاب می باشه، رسانه های محترم دو حضور پیدا می کنه. بنان هیئتی که ما می فرستیم، این هیئت با صلاحیت مطلق نمی باشه. هیئتی است که صلاحیتش کابل تعیین می کنه و چیزی مهم که در این مورد اصلی است که هیئت باید انعطاف پذیر باشه. چقدر کار از این هیئت پیش رفته و تا کجا رسید؟ قسمت این هیئت قسمتی است که ما میتونیم حافظه هیئت بگیم به شکل دائمی میباشه. یک تعداد افراد هیئتی که ما تشکیل میکنیم در حال انعطاف است و تغییر است. چرا؟ وقتی که روی آجنده های مشخص بحث میکنیم، ما ناگزیر هستیم افراد تخصصی را باید بفرستیم تا با قوت در مسائل افغانستان بحث کنه. در مورد سوال شما ای که مشوره های صورت گرفته، از مدت به این طرف روی ساختار یک هیئت جامع مشوره های لازم با تمام اقشار جامعه صورت گرفته. عنقریب در می هفته تمام مشوره ها جمع بندی میشه و ما به یک نتیجه میرسیم که یک هیئت مؤثر و فراگیر روان کنیم تا گفتگوهای به شمول سیاسون و ریاست به شمول هم افغان به شمول هیئتی که میره، هیئت نمایندگی از تمام افغان ها میکنه، هیئت نمایندگی از منافع هر شهروند میکنه، هیئت به نمایندگی نظام جمهوری اسلامی افغانستان میره. بنابراین این هیئت همه شمول میباشه. این هیئت تعدادش مشخص شده؟ امروز جلالت ما رئیس جمهور در صحبت های خود گفت که
او تقریبا بیشتر از 100 قرارداد سال هم در سطح جهان مطالعه کرده. معمولا تعداد هیئت به شکل معیاریش 8 نفر می باشه، ولی ما میتونیم که 10 نفر داشته باشیم، 15 نفر داشته باشیم، ولی هیئت باید مؤثر باشه. در این 10 15 و الی 20 نفر فکر میکنیم که صدای تمام مردم افغانستان به گوش برسه؟ ما روی نتیجه میخوایم مشارکت داشته باشیم. هر کسی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان وارد گفتگوهای صلح با گروه طالبان میشه، این گروه باید نمایندگی از منافع تمام افغانستان کنه. این گروه باید نمایندگی قانون اساسی باشه. این گروه باید نماینده جمهوری اسلامی افغانستان باشه. بنان هیچ نوع جای تشویش نیست و تمام مردم افغانستان و تمام هموطنان خود اطمینان میتیم که حیاتی که فرستاده میشه حیاتی همه شمول است، حیاتی است که برنمایندگی همتان صحبت میکنه، برنمایندگی احزاب، برنمایندگی جامعه مدنی، برنمایندگی خانم ها که قشر بسیار مهمی از جامعه ما است، که یک بحث مهمی که ما با طالبان داریم امی است که نقش خانم ها در آینده چی میشه. بناهن ای حیات، حیات جامعه میباشه و نمایندگی از هر شهروند افغانستان میده. اگر به لحاظ درصدی آقای بشیری مشخص بسازیم که بیشتر سوالایی که هست رفع شوه، چند درصد کار تشکیل چنین حیات پیش رفته؟ مشوره ها به پایان رسیده و این مشوره ها داره در حال جمع شدن است در این هفته و ما اطمینان میتیم که تا پایان امی موعد یا مدتی که برای معرفی حیات در نظر گرفته شده ما میتونیم حیات معرفی کنیم. بله. آقای بشیری، به عنوان آخرین پرسش و اینکه حالا طالبان چنان که میدانین حکومت افغانستان را به رسمیت نمیشناسند و میگن که در افغانستان تا کنون نظام نیست، البته نظام کنونی را میگن، شما با چنین آمادگی های چقدر امیدوار هستین که طالبان با حکومت افغانستان و با هیئت گفتگو بکنن؟ ما فعلا در فضای هستیم که ما به طرف صلح پیش میریم. ما با الفاظ بسیار محترمانه با طرف مقابل باید صحبت میکنیم. امید است که طرف مقابل هم الفاظ مناسب را به کار بره. حکومت افغانستان یا جمهوری اسلامی افغانستان توسط تمام جهان، تمام اعضای ملل متحد به رسمیت شناخته شده. شما دیروز دیدین که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و سکرتر جنرال ناتو هم با صراحت گفت که حکومت مشروع افغانستان همین حکومت فعلی است. بنان ده هیچ شک نیست. امید است طالبا هم از این الفاظی که به کار میبره که مناسب نیست از این جلوگیری کنه. با احترام باید در این پروسه صلح و پیش بریم و صحبت ها و کلمات خود عیار کنیم. بسیار زیاد تشکر آقای بشیری، خوش آمد. تشکر از شما. سلامت.